سلام دوستان عزیز، زرتوش هستم. خوشحالم که دوباره با هم دیگه هستیم. از لس آنجلس لایو دارم میرم. متاسفانه دیروز لایو ما نمیتونستیم انجامش بدیم، برای اینکه درست چند دقیقه قبل از اینکه من شروع بکنم، این نیبرهود ما نمیدونم دنبال یکی میگشتن و اینجا تو لس آنجلس هم عاشق اینم که فورا یه هلیکوپتر بندازن بفرستن به یه نیبرهود، و این هلیکوپتر توی نیبرهود ما داشت پرواز میکرد و یعنی غیر ممکن بود که من لایو برم. برای همینه که دیگه نتونستیم انجامش بدیم. به جای اون تصمیم گرفتم که امروز براتون لایو برم. راجع به چیزی که میخواستم باهاتون صحبت کنم اینه که راجع به این که در حدود سن دو، بین سن دو سالگی یا و سه سالگی اتفاقی که میفته برای تمام انسانهای دنیا و فرقی نمیکنه که در کجا آدم زندگی میکنه، یعنی مثلا شما یه کسی میتونه وسط آمازون توی یه دونه از بومیای آمازونی باشه، یا توی جنگلی جایی، یا توی نمیدونم یک آیلندی وسط پاسیفیک یه جایی در یه جزیره زندگی میکنه و هیچ وقت هم به اون صورت با دنیای بیرون تماس نداشته، که البته خیلی به ندرت امروزه، ولی یعنی این یه اکستریم اگزمپله که دارم براتون استفاده میکنم. یا اینکه هر جای دنیا و از هر نژادی، از هر رنگی، از هر دینی یا زیر چه سیستمی آدم داره بزرگ میشه، فرقی نمیکنه، این همش یکیه. اتفاق که میفته اینه که بین سن دو تا سه سالگی بچه که به دنیا اومده شروع میکنه هویت گرفتن، یعنی یه چیزی توی دی ان ای انسانها تغییر میکنه و یه مکانیزمی، یه پروگرامی کیکین میکنه. این مثل سافتوره، یه پروگرام کامپیوتریه که بین سن دو تا سه این فعال میشه و اون حس منیت رو به بچه میده، یعنی بچه قبل از اون در یگانگیه، نمیدونه که جدایی وجود داره و توی اون سن یک دفعه منیته، منه میاد تو. و اگه توجه بکنین اون درست سنیه که یهو میبینین بچه ها با همدیگه دعوا میکنن سر اسباب بازی و از همدیگه میخوان بکشن اینو و شروع میکنن جیغ و فریاد کردن یا دیگه اتفاقای گوناگون میفته. سر اینه که اون منیته کیکین کرد، یعنی وارد برنامه میشه و ما اون حس مالکیت به دست میاد که این مال منه. و در ضمنم اون موقع هست که بچه شروع میکنه، وقتی که این اتفاق میفته، اون منیپولیت کردن، یعنی میخواد که دنیای اطرافش رو تحت تاثیر قرار بگیره بذاره و کار خودش رو پیش ببره و منیپولیت کنه که اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره. برای همینه که مثلا در کالچر امریکا بچه رو بین دو تا سه رو بهش میگن terrible two، یعنی اونجاییه که این هویت گرفته برای خودش اتوماتیک و میشه یه شخصی، میشه یه آدمی که در جدایی زندگی میکنه.
و ایگوش یعنی فارسیش ایگوش هم نمیدونم چی میشه، یا منیتشون احساس من بودن، من یک کسی هم، من با شیهای دیگه تفاوت دارم، اون فعال میشه و این باعث میشه که در زم در اول این برنامه هست که ذهن شروع بکنه به کار افتادن و افکار شروع میکنن اومدن. یعنی در اون سن البته هنوز خیلی ضعیف ذهن، با اون صورت قوی نیست، ولی اون احساسه به دست میفته. خب این یواش یواش آدم میره جلو و در ضمنم یه سری پروگرام های دیگه ای هست، یعنی یه کاندیشنینگ هایی وجود داره که این بچه رو شروع میکنه کاندیشن کردن. حالا یه سری از این کاندیشنینگ ها، فارسیش کاندیشن یعنی یک پروگرام هاییه که یکیش روی دی ان ایه، یعنی شما وقتی به دنیا اومدی با این ژنتیکمون که از پدر مادرمون از نسل های گذشته یک پروگرامی درت وجود داره که از یه چیزایی خوشت میاد، از یه چیزایی خوشت نمیاد. آردی یعنی یه پریدیترمینیشن هست که مثلا رنگ پوستت چیه، رنگ چشمات چیه، بعد چه نوع بدنی خواهی داشت، آیا یک سالمه، آیا مثلا ژنتیکلی ده مثلا شروع میکنن یه سری آلرژی هایی رو دیولوب کردن، یا یه عادت هایی رو شروع میکنن در خودشون اوتوماتیک دیولوب کردن که اینا همشون پریدیترمنه، یعنی از قبل این پروگرام توی این آدمی که به دنیا میاد وجود داره، هیچ کارش نمیشه کرد. مثلا یه کسی از غذای تند خوشش میاد و یکی خوشش نمیاد، یه کسی از یه رنگای خوشش میاد یا از یه کارهای خوشش میاد، یکی دیگه خوشش نمیاد. یعنی شما میتونین حتی یه توین، یه دو تا برادر یا دو برادر خواهری که همزمان به دنیا اومدن، باز یادم رفت فارسیشو، لغت فارسیشو، ولی یو این دو تا آدمی که مثلا به اختلاف 5 دقیقه از همدیگه به دنیا اومدن توینن، ولی میتونن که کاملا کاراکترهاشون با همدیگه فرق کنه، در صورت که مثلا با اختلاف چند لحظه از همدیگه به دنیا اومدن، ولی مثلا کاملا میتونن دوتا آدم های گوناگون باشن. یکیشون خیلی مثلا سافته، نرمه، آسونه، یکی دیگه میتونه خیلی نروس باشه یا عصبانیه یا اگرسیوه. برای همینه که اینو کاریش نمیشه کرد. اوردی وقتی به دنیا آدم میاد این پکیجه میاد باش. و یه سری دیگرش هم اینه که در اون خانواده‌ای که شما داری بزرگ میشی، اون خودش یه سری کاندیشنینگ های خودشو داره که اونم تحت تأثیر اون بلیف سیستم، یعنی اون جوری که اون خانواده داره زندگی میکنه و باور میکنه یا چیزها رو میبینه، بچه هم شروع میکنه که این کاندیشن شده. و انوایرمنت، یعنی در چه شهری، تو چه کشوری، در چه فرهنگی آدم بزرگ میشه. برام اینه که اگه مثلا خود اون فرهنگ هم باعث میشه که روی کاراکتر این بچه اثر داشته باشه و اینو شروع کنه شیپش کردن به یه حالت به خصوصی که خب ما هممون الان اون چیزی که الان هستیم
خیلیش روی اون کاندیشنینگیه که از بچگی داشتیم. حالا هر چی بوده، خوب بوده، بد بوده، فرقی، یعنی هر چی که بوده، اون باعث میشه که تا آخر عمر آدم روی طرز بودن یا فکر کردن یا خیلی از چیزامون اثر داره، تا اینکه یواش یواش آدم به یه جایی برسه که اون خودآگاهی فعال بشه و آدم شروع کنه به خودش نگاه کردن، چون بعد فرق میکنه. حالا به هر صورتی که اون اتفاق افتاده، مثلا یک رفته کلاسایی برداشته یا شروع کرده کتابای عرفانی یا خودشناسی خوندن و میخواد به خودش نگاه کنه و خودشو ببینه، که بیشتر مردم دنیا interested نیستن، یعنی دوست دارن که point finger کنن و دنیا رو responsible میبینن برای اتفاقایی که براشون میفته، یا همیشه تقصیر یک کس دیگه است یا یه شرایطیه که تقصیر اون شرایط است، یعنی نمیخوان به خودشون نگاه کنن و به ایرادا یا به طرز فکر یا به اون درجه آگاهی که هستن نمیخوان نگاه کنن. و خب بعد نتیجهش هم همینه، یعنی دنیایی که ما الان توش زندگی میکنیم، در صورتی که اگه خب مجوریتی آدم های دنیا شروع میکردن به خودشون نگاه کردن، خیلی دنیا فرق میکرد، ما در یک دنیای دیگه زندگی میکردیم تا این دنیایی که ما داریم میبینیم. حالا اونم یه چیز دیگه است، واردش میشم و براتون صحبت میکنم. ولی این شرایطی که کاندیشنینگایی که برای ما یه سرش که یعنی بیش تقریبا یعنی خیلی واضحه که هیچ انتخابی توش وجود نداره، یعنی اینجوری نیست که مثلا آدم میتونه انتخاب کنه پدر مادری که بهش به دنیا میاد، انتخاب کنه کدوم کشور میخواد به دنیا بیاد، انتخاب کرده مثلا چه شکلی باشه یا چه سرنوشتی داشته باشه، اینا رو همشو یعنی پریدیترمنه و هیچ کاری نمیشه راجعش کرد. تنها کاری که میشه کرد اینه که در یک پوینت، اونم مثلا روی به خاطر سافرینگ، ببخشید یه لحظه صبر کنید، حالا اینجا یه هواپیما داره رد میشه، ذره اینجا جایی که من هستم تو ونیس بیچ، روی پث یه ایرپورت کوچولوه نزدیکای اینجا که معمولا هواپیمای یه موتوری یا دو موتور رد میشن، همین سرصدا سر و یه ذره کجدار و مریض باش رفت جلو. این که داریم راجعی صحبت میکنیم به یک چیز خیلی جالب یادم میرسونه وقتی که عمیقتر آدم وارد این داستان میشه، اینه که میبینه که در یک پرسپکتیو بزرگتر که اگه آدم بهش نگاه میکنه میبینه که انتخاب وجود نداره، یعنی چویس نیست، در صورتی که همه، یعنی بیشتر آدم های دنیا فکر میکنن و باورشونه که اونا انتخاب میکنن، یعنی فری ویل، فری ویل فارسیش هم یعنی شما میتونی انتخاب کنی که یا ریسپانسیبیلیتی داری برای کارهایی که انجام میدی، یا اگه مثلا برای همینم که اگه مثلا وقتی آدم شکست میخوره توی یه چیزی
شروع میکنه خودش رو سرزنش کردن که من کم آوردم یا من unfortunate‌ام یا خودش رو سرنوشت میکنه یا داره دنیا رو سرزنش میکنه که تقصیر دنیاست که این اتفاقا برای من افتاده. و ولی وقتی که آگاهی شروع میکنه، همین آگاهی که داره باز میشه، یعنی از این حالتی که این کاندیشنینگی که مثلا ما داریم به زندگی نگاه میکنیم به این صورت که یک دیمنشناله، یعنی یک بودیه، وارد عرفان که میشه آدم یا خودشناسی یا آیا چجوری این دنیا رو ساختن یا اصلا چی هست یا واقعیه واقعی نیست، واقعیتش کجاست، وقتی که باز میشه و بیشتر داره باز میشه داره شروع میکنه دیدن، داره شروع میکنه این که آیا من انتخابی دارم توی زندگی یا نه، و اگه انتخاب یعنی انتخاب خودم دارم انتخاب میکنم چون اینجوری به نظر میاد یا یه چیز دیگه ای هست که داره انتخاب میکنه. و برای خود من شخصا به جایی که رسیدم فهمیدم که اصلا همچه انتخابی وجود نداره، یعنی فری ویل وجود نداره، اصلا چیزی به عنوان فری ویل این یک ایلوژن، یک ابهامه، در صورتی که تمام شواهد زندگی یک جورایی به نظر میاد که ما داریم انتخاب میکنیم. خب معلومه توی یه روز معمولی از صبح که آدم پا میشه تا شب صدها انتخابای گوناگون باید بکنه، یا وقتی شما دارین رانندگی میکنین هی باید قضاوت کنین یا انتخاب کنین روی خیلی چیزای گوناگون، ولی آیا اینه که من دارم اینا رو انتخاب میکنم یا اینا برام انتخاب میشه؟ و اون چیزی که من فایند اوت کردم اصلا در هیچ پوینتی تو زندگی انتخاب وجود نداره، فقط ایلوژنه، یعنی به نظر میاد که داری انتخاب میکنی، به نظر میایی که داری میری به این دایرکشن، ولی اگه جالبیش اینه که ما عادت داریم که فقط به اون قسمت هایی که وقتی یه چیزی به نفع ما میره اونو میگیم که آره من انتخاب رو کردم و به من نگاه کن، به 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 چقدر موفق شدی، چقدر پول دروردی، چقدر مثلا معروف شدی یا موفقی تو زندگیت، و اینا همه کار من بوده، من این کارا رو کردم، یعنی من میکنه. ولی جالبیش اینه که اون ورش نگاه نمی کنه، یعنی چندین هزار باری که مثلا آدم میخواد بره به این وری ولی رفته اون وری، با اون نگاه نمی کنه که یه چیزی بردتش به یک مسیر دیگه ای، فقط با اون قسمتی رو دوست داره نگاه بکنه که یه چیزایی رو اکامپلیش کرده و خودش خیلی راضیه. این ایگو است، این اون حس منیت است که در ضمن با دنیا سواست، یعنی احساس سوایی میکنه، سوا بودن، جدایی میکنه، و همش به جای این که دنیا رو از این زاویه ببینه که تا
تمام آدم های دیگه دنیا، تمام شیعای دیگه، تمام حیواناتی که داری میبینی، تمام چیزهایی رو که در هر لحظه تو این زندگی درش تر تماسی، اینا خودتن، اینا همه قسمت های خودتن که داری باشون دیل میکنی، یا تمام این جنگ هایی که توی تاریخ انسانیت اتفاق افتاده و تمام این دشمنی ها یا اتفاقایی که میفته، اینا همش در توی از سپریشن داره اتفاق میفته. یعنی اونی که رسیده یا اونی که تشخیص داده که دیگری وجود نداره، هر چیزی که داره میبینه این یه پروژکشنیه، یعنی یک سلف جنریتد پروگرامی هست در اون آدم که مثل یک مووی اواتار، شما نمیم اواتار دیدین یا نه، که این داره یه دونه هدست داره رو سرش، یعنی آدم اصلیه در یک جای دیگه خوابیده توی یه دونه کپسولیه، بعد داره خودشو پروجکت میکنه توی این دنیایی که این مووی اواتار وجود داره. و اینم دقیقاً همین اتفاق الان داره اینجا میفته، یعنی هیچ همیشه اینجوری بوده و این یک ایمیجینیشنه یا یک پروگرامه که شما بهش میگی که زندگی من، که این رو داری پروجکت میکنی از درون و اون اتفاقایی که تو درون داره میفته اینا داره پروجکتد میشه به بیرون و این دنیایی رو که ما میبینیم به این صورت، خوب یا بد، که برای یه ده بهشته و برای یه دم جهنمه، این سلف جنریتده، یعنی از پروگرام درونی خود آدمه که پروژکت داره میشه و به نظر میاد که خیلی واقعیه، به نظر میاد که آدم توشه و تمام سافرینگ و تمام اتفاقایی که میفته رو ما توی این پنج حسی که داریم اکسپریانسش میکنیم و خیلی واقعیه. ولی در دیپر، یعنی وقتی آدم عمیق‌تر داره میره درون، در یک پوینتی میبینه که همچین چیزی وجود نداره، یعنی همه سلف جنریتده و داره خودشو ریکرییت میکنه، یعنی اون کسی که داره اینو میبینه این سکریپت رو نوشته، داره اکتینگ میکنه، یعنی هنرپیششه، یعنی هم داره نگاش میکنه هم تو داره اکسپریانسش میکنه، هم همه چی هست هم سواز و اینا همش، یعنی و داستانش هم خودش نوشته. تمام این اکترها هم اکترس هایی که توش هستن، یعنی هنرپیش هایی که توش هستن، از آدم خوب و بد یا هر اتفاق میفته، اینا هم همه خود طرفه. خیلی جالبه. خیلی خیلی جالبه و یعنی it is what it is، یعنی این واقعیتیه که هست، چون اون واقعیت که ما فکر میکنیم و ما الان باش توی زندگیمون این تاچ هستیم،
چیزهایی که داریم میبینیم از بیلدینگ ها، از یعنی ساختمون ها، از انفراستراکچر، از آدم ها، از تمام اتفاقایی که میفته، همش توی امیجینیشن داره اتفاق میفته، هیچ کدومش واقعی نیست. یعنی وقتی بهش میرسی و اینو بالاخره به دست آوردی، بهش داری هنگ آن میکنی، نمیتونه، چون واقعی نیست، موندنی هم نیست. و یه مدت خیلی کوتاهی وجود داره، بعد disappear میشه، یعنی evaporate میکنه. مثل اینکه مثلا یخه، بعد این یخه آب میشه، و وقتی که شما خب یه یخ دستته و این آب میشه، یخه چی شده؟ قطره قطره ریخته، بعد اون قطره هم خودشون حل میشن و میشه هوا، نمیتونه خودشو نگه داره، نمیتونه واقعی بمونه، ساستین نمیتونه بکنه خودشو. چرا؟ چون متریالی که این دنیایی که به نظر میاد و ازش درست کردن، یعنی اون فاندیشنش روی اون متریال، یعنی مثلا بگیم بیلدینگ بلاک، یعنی شما یه چیزی رو از آجر، یه ساختمون آجری درست کردی، درسته؟ این بلاک های آجر در این زندگی، اینا رو از متریال، یعنی از مواد چینج درست کردن، یعنی از تغییر درست کردن، سالید نیست. و اینم کوانتوم فیزیکس الان خیلی راحت اینو پروف کرده، یعنی از نظر ساینتیفیکلی ساینس رسیده به اونجایی که عرفان از چند هزار سال پیش فهمیده بود اینو، که هیچ کدوم از اینا واقعی نیستن. به نظر میاد که واقعیه، ولی واقعی نیستن. حالا چجوری هستیم؟ یعنی به چه صورتیه؟ یعنی وقتی میگن که واقعی نیست، یعنی اونجاست آیا واقعا؟ جالبیش اینه که الان کوانتوم فیزیکس ثابت کرده که چیزها فقط اونجان وقتی که یه ناظر وجود داره، یعنی یه منیم که نظارت میکنم، بعد وقتی که توجهم بره روی یه چیزی، اون چیز میاد به حیات، یعنی واقعی میشه. توجهم که از روش بره کنار و توجهم بره روی یه چیز دیگه ای، اون چیز ناپدید میشه، یعنی نیست. برای همینه که مثلا توی انگلیسی میگم که What's the sound؟ نه ببخشید، در انگلیسی یک اگزمپل، یا البته این مال زنه، یه دونه ریدل مال زنه، یعنی اینکه شما یک درختی توی یه جنگلی این درخت بیفته و ناظری اونجا نیست، کسی نیست که اونجا بتونه اینو نظارت بکنه، آیا این درخته که میفته صدا میده؟ وقتی افتاد صدا میده یا نه؟ ولی اگه کسی اونجا نباشه که ناظر باشه، پس ما از کجا میدونیم که آیا صدا میده یا صدا نمیده؟ تو کوانتوم فیزیکس اینا وقتی که چیز میکنن، میبینن پارتیکل های چیزهای گوناگون
زمانی که مثلا یه دونه کامرا میذارن یا زمانی که یه کسی داره نظارت میکنه یا داره تحقیق میکنه، اونا به حیات میان و زمانی که کسی نیست که اونجا ناظر بکنه، اینا نیستن، دیسپیر میشن. و دقیقا هم همه حالت رو با این زندگی که ما داریم زندگی میکنیم دقیقا به این صورته. منتها خب باید به یک درجه آگاهی رسید که اینو متوجه شد. و متاسفانه یا حالا متاسفانه یا نه، مجوریتی آدم ها یعنی گرفتار، یعنی بیشتر، یعنی 99% یا بیشتر آدم های دنیا گرفتارن روی چیزای احساسی و ایموشنال، یعنی گیرن تو اون قسمت و توی ستوری، توی یک داستان، یک داستان زندگی من که هرچی هست، هر داستانی که الان شما از خودت فکر میکنی، یعنی گذشتت، این یه داستانه و این داستانه فقط تو ذهنته و اینه جای دیگه وجود نداره. و خب یه دم دور آدم هستن که اونا هم اینا داستانهای خودشونو دارن و کلکتیولی چون اینا همه باور میکنن این داستان وجود داره، برای همینه که مثلا تو خانواده آدم یا با کسی که در آدم در تماس هست، اینا ریکانفرم میکنن این داستانو، یعنی اونا هم داستانهای خودشونو دارن. و چون یه گروهه که این گروهه همه باور میکنه که داستان واقعیه، این داستانه رو واقعی نگر میداره، ولی اصلا داستانی وجود نداره، داستانه فقط افکاره. الان مثلا شما برگرد به گذشتت، خب گذشتت کجاست؟ میتونی بیاریش اینجا؟ میتونی دست بهش بزنی؟ میتونی لمسش کنی؟ یا اینکه مثلا باید به سری عکسای آدم نگاه کنه که مال گذشته است؟ یا اینکه با دوستاش و فامیلش راجع به گذشته صحبت کنه و همه میگن که آره اینه اونه؟ و مخصوصا توی اجتماعی مثلا در ایران که خب ما یه داستان خیلی قوی داریم که این داستانه این اتفاقا برای ما میفته و این بوده اون بوده اینه و خیلی توجه رو این داستان خیلی زیاده و این داستانه زنده میمونه، خودشو زنده نگر میداره. ولی وقتی که ازش دیسکانکت کنه آدم، یعنی توجه آدم میچرخه و میره به درون و میره رو سکوت و شما میتونی بهش بگین مدیتیشن، مثلا داستانه غیب میشه، داستانه نیست، اصلا نیست. وقتی که برای مثال براتون حالا یه چیز جالب بگم، مثلا توی خواب، برنامه خوابیدن 4 لول خواب وجود داره. اولین لول خواب این که REM یعنی Rapid Eye Movement، یعنی تکون خوردن چشم، این در درجه اولین لولش بالاترینه، چون وقتی شما میخوابی بعد از خواب که پامیشی خسته ای، چون تمام مدت که خواب بودی داری خواب میبینی و این پلک آدم در حرکته و
وقتی که آدم حالا 8 ساعت هم آدم به خواب پا میشه خسته است و تمام خوابش رو یادش میمونه تو این. بعد اون وقت یه میری به یک لول دومش. لول دومش اینه که دوباره آدم میگیره میخوابه و مثلا بگیم 6 ساعت 8 ساعت بعدش بیدار میشه، خوابش رو یادش نمیاد ولی میدونه خواب دیده. یعنی به مثل که بیدار میشی دیگه خوابت یادت رفته کاملا، ولی در اون پریودی که خوابی اکتیویتی وجود داره. میدونی که وقتی که پاشدی از خواب میدونی که داشتی خواب میدیدی ولی هیچی یادت نمیاد. بعد میره به لول سوم. لول سوم میاد که باز رپید آی موومنت وجود داره ولی خیلی درجهش پایینه. یعنی آدم میگیره میخوابه و چند ساعت بعدش از خواب که پاشه خوابه یادش نمیاد. به اون صورت خستم نیست ولی میدونه که اتفاقای میافتاد. یعنی یک آگاهی وجود داره که من خواب بودم و این سیستمه از خودش آگاهه که خوابیده بوده و یه اتفاقای افتاده تو این خوابه ولی هیچ نوع مموری، هیچ نوع حافظه ای ازش وجود نداره. بعد آدم میره توی لول چهارم. لول چهارم اونجاست که REM از همه کمتره، یعنی خیلی ساتله اون رپید آی موومنت ها. و یعنی اونجاست که شما میگیری میخوابی، گرفتی خوابیدی، 8 ساعت بعد پا میشی، حالا 6 ساعت 8 ساعت فرق نمیکنه هرچی، و بیدار که میشی میگی که عجب خوابیده بودم، اصلا رفتم، اصلا رفتم تو کما، اصلا بیهوش شدم. هیچ مموری وجود نداره از خواب بودن، هیچ مموری از بودن هم وجود نداره. یعنی آدم گرفته خوابیده، 8 ساعت بعد پا شده، میگه که عجب. اون بهترین خوابیه که ما در اون موقع داریم که اصلا هیچ نوع مموری وجود نداره از اون اکتیویتی هایی که اتفاق افتاده وقتی خوابیده بود آدم. و بهترین خواب آدم اونه که میگه که اصلا رفتم، نبودم، غیب شدم. خب وقتی که آدم میخوابه و خواب نمیبینه، یعنی میره توی اون عمق خواب چهارم، درجه چهارمش، بدنت چی میشه؟ مثلا آدم اینجا خوابیده، مثلا بگیم که با چشم، مثلا پلوش تو بغلشه، یا آدم با پارتنرش خوابیده توی یه تخت، وقتی خوابش میره همه چی غیب میشه. یعنی پارتنری دیگه وجود نداره، خونه ای وجود نداره، پروبلم های آدم وجود ندارن، حتی آگاهی از خودش وجود نداره، همه چی غیبش زده. و وقتی که آدم از خواب پا میشه میگه که چه خوب بود، اصلا خیلی عمیق خوابیدم و کاش که همیشه خواب بودم، تمام پرابلم های آدم ناپدید میشه. حالا چه کشوری زندگی میکنه، از نظر اقتصادی چه پرابلم هایی داره، از نظر ایموشنالی یعنی احساسی چی داره، خوبه بده، از نظر عرفانی، تمام پرابلم ها عیب میشه. چرا؟ چون شما غیب شدی.
برگشتی کجا؟ غیب شدی؟ رفتی تو چی؟ یعنی میری توی هیچی. برگشتی به اوریجینال استیتت، یعنی اون حوزه واحده که آدم برمیگرده توش. و اونو ما میتونیم بگیم بود پنجم. و شخص نیست، یعنی اون احساسی که من هستم، من یه مردم، من ایرانیم، من نمیدونم آلمانیم، من نمیدونم اینم، من اونم، هرچی هست نیست. اون معنی غیب میشه و اون معنی که غیب میشه دنیا هم باش غیب میشه. یعنی این دنیاهه که آدم فکر میکنه باید عوضش بکنه و باید اینجوری بشه اونجوری بشه، این اصلا نیست، چون تو نیستی، تو غیبت زده و همه چی هم باش غیب میشه. بعد چی میشه؟ هم بیدار میشادم و اولین فکری که برای آدم میاد همون فکریه که تمام 7 بیلیون آدمی که روی این کره زمین زندگی میکنن همه وقتی که صبح از خواب بیدار میشن همشون یه فکر دارن. اولین فکری که هر انسانی روی این کره زمین بیدار میشه یک فکر داره، اونم منه. اولین فکریه که برای آدم میاد، من خستم، من باید پاشم، من باید برم سر کار، من باید برم بچه هم ببرم مدرسه یا هرچی هست. منه، من هستم، من یه مردم، من یه زنم، من یک اینم، من اونم. تمام این دنیایی که دارین شما الان میبینی کانستراکشن تک 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 مثل این کیوبیکا، این باکس 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 ها، تمام اینا رو دوباره این دنیای بر میگرده و واقعی میشه به نظر میاد. البته باید در واقعیت اصلی واقعی نیست، یعنی نمیتونه واقعی باشه چون بیلدینگ بلاک هایی که ازش استفادهش میکنن چینجه، نمیتونه خودشو ساستین کنه. این یعنی توی انجینیرینگ شما انجینیر ها میفهمن، یعنی این قدرت این که خودشو نگه داره نداره. چرا؟ چون متریالی که این دنیا رو ازش ساختن از چینجه، یعنی از تغییره، نمیتونه یه چیزی اونجوری بمونه. و خیلی ساده است، نگاه کنید ببینید که آیا هیچی از زمانی که شما به دنیا آمدی تا حالا چی بوده که همون جوری مونده؟ همه چی داره عوض میشه، از بدن ما گذشته، از بدن داری میبینی که داره عوض میشه، یعنی شروع کنه بزرگ شدن بزرگ شدن بزرگ شدن به یه پیک میرسه پوینتش، بعد شروع میکنه پایین رفتن. یک تا حالا human being نبوده که تا ابد زندگی بکنه، یا هیچ کس نبوده که هیچ‌وقت مریض نشه یا یه اتفاقی براش نیفته. بعد مثلا اطراف نگاه میکنی، مثلا خب شما مثلا تو هر شهری زندگی میکنی، ببین چقدر ساختمونا رو ساختن یا ساختمونای قدیمی رو کوبیدن، یکی روش ساختن، آدمای اطرافت، چه آدم ها تو زندگیت اومدن و
رفتن، ریلیشنشیپ ها، رابطه ها، شاید آدم ها باشون آدم رابطه داشته و رابطهش دیگه نیست، یا بهتر شده یا بدتر شده، از مثلا حتی سیستم های حکومتی دنیا پادشاهی بوده از بین رفته شده، نمیدونم اول به یه چیز دیگه، کشورها، کشورهایی بودن که غیب شدن، بعد یه سری کشورهایی به دنیا اومدن، یعنی کشورها هم واقعی نیستن، دائم سایزشون عوض میشه یا وجودشون یا یه کشور دیگه میاد میخورتش و دیگه اون وجود نداره، یا یه کشوری رو سپلیت میکنه یا دو تا ستایی میشه. هیچ کدوم از اینا واقعی نیست، همش در حال تغییره، همش در عوض میشه. اون وقت ما میخوایم که بیایم یک زندگیمونو این روی این اساسی که سعی میکنیم که همه چی رو به یه جورایی منیپولیت کنیم که اینا همینجوری بمونه، و چون واقعی نیست نمیتونه خودش رو نگه داره و همیشه فال اپارت میشه، فالز اپارت، حالا جو برای بهتر و برای بدتر، ولی از چینجه تا زمانی که آگاهی بیاد، یعنی بیدار بشه، طرف بیدار میشه، توی این بیداری شروع میکنه دیدن که توی یک دنیای فانتزیه، یعنی واقعیت نداره و داره روی این اینوست میکنه، یعنی تمام سرمایه گذاریشو کرده روی این دنیا که این همینجوری میمونه و نمیمونه، دائم یه چیز دیگه میشه، فکر میکنه که انتخاب داره توش، میتونه چوز کنه و خواست خودش رو پوش کنه بره جلو، در صورت که نمیدونه که همه چیش، تمام این همش با هم کنکتده، تمام قسمتاش، و هیچ اتفاقی بدون اگریمنت تمام بقیه قسمت های دیگه دنیا اینا هیچ اتفاق نمیافته، تمام اگزیستنس باید اگری کنه. مثلا من الان میخوام پاشم برم سوپرمارکت یه خریدی بکنم و برگردم، تمام اگزیستنس باید بگه که من با تو موافقم، تو میتونی الان سوار ماشین چی بری خرید کنی و بیای، اگه اگری نکنه نمیشه، مثلا اتفاق نمیافته، ماشینه استارت نمیزنه، یه آدم تصادف میکنه یا یه طوری میشه یا هرچی. حالا در آینده عمیق‌تر وارد این داستان میشیم و بیشتر راجعش صحبت میکنیم. خیلی خوشحال میشم که کامنت بدین که ببینم چی فکر میکنین راجع به چیزی که صحبت کردیم، و از این که شیر میکنین خیلی ممنونم، خیلی کمکه برای همه که ما این پیغام رو با دوستان شیر میکنیم و نهایتا کمک بکنه به دیگران که اونا هم شروع کنن بیدار شدن و فهمیدن که این داستان اصلا چی هست، به چه صورتی داره کار میکنه، و توی این آگاهی و این فهمیدن این داستان باعث میشه که به ما کمک کنه که برگردیم به inner peace، یعنی برگردیم به سکوت درونیمون و اون پوینت درون خودمون پیدا بکنیم که یک قسمت اصلی ما stillnessه، یعنی it's very still، و توی اون realization که attention یعنی توجه میاد به اونجا، باعث میشه که freedom بیاد، یعنی آزادی میاد.
آزاد میشه. از چی آزاد میشه؟ از این سایکلی که درش سافرینگ، زجر وجود داره. این که چرا اینجوریه زندگی من، یا چرا دنیا اینجوریه، یا چرا من به اون چیزی که میخوام نمیرسم، یا وقتی میرسم از دست میدم. تمام اینا جواب خودش به خودش جواب میده و توی اون understandingش، یعنی توی فهمش، باعث میشه که آزادی بیاد. این لحظه ما سب کنیم، اینجا باز یک هواپیما داره رد میشه، این هلیکوپتر. امیدوارم که این صحبت امروز کمک کرده باشه بهتون و یه مقدار نور بیاره روی این کانفیوژنی که مردم دنیا درش هستن و فکر میکنن که یک، این دنیا واقعیه، دو، فکر میکنن که جدایی وجود داره و دیگرانی وجود داره درش. در صورتی که وقتی که این توجه میاد به درون و آدم خودشو میبینه، میبینه که دیگران وجود نداره. یعنی there is no others. همش خود خودشه. و اون وقت خیلی چیزا شروع میکنه بر آدم واضح شدن و درکش میاد و inner peace میاد، یعنی صلح درونی میاد و ذهن شروع میکنه ساکت شدن. ذهن داره کلافه است. هفته دیگه میخوام راجع به این که چرا دنیا به نظر خیلی سریع اومده، همه چی خیلی سریع پیش میره، و چرا این ذهن داره دیوونه میشه، و چه نوع مدیتیشنی باید انجام داد، و چجوری اینا میشه دید و خودش آدم آزاد کنه ازش. ما مجبور شدیم که یکی از برنامه هامونو، یعنی برنامه فرانکفورت رو، به خاطر یک اتفاقی که افتاد بندازیمش، عوض کنیم دیتاشو به نوامبر سوم و چهارم، و به خاطر یه سری اتفاقی که افتاد اون ویکند ورکشاپی که توی فرانکفورت داشتیم و مجبور شدیم کنسلش کنیم، و دو تا ایونت تو فرانکفورت خواهیم داشت. یکی هست تندرستی کوانتومی بود پنجم، که این ایونت با خصوص هست شمنیک هیلینگ سرکل، که انرژی درمانیه، سایکیک سرجریه، من رو همه کار میکنم، و اون برنامه ثرد آی اکتیویشن، یعنی فعال کردن چشم سوم. ایونت اولمون جمعه نوامبر سومه، ایونت دوممون فعال کردن چشم سوم که یه تمام روز، اون افتاده به نوامبر چهارم که شنبه است. خیلی خوشحالم که باهاتون کانکت کردم. سوشال میدیای من هست زاراتوسترا 5D، وبسایت هم هست zaratustra.tv، و ایمیل آدرس ما هست info@zaratustra.tv. به امید دیوار، امیدوارم برام پیغام بذارین اینجا، کامنتاتون رو میخونم، و اگه تونستین این ویدیو رو هم شیر کنین با دیگران. خیلی خیلی متشکرم. نمسته.